این جست و جوست فصل سوم شماره 43. طاقت بیار رفیق، دنیا تو مشت ماست. طاقت بیار رفیق، خورشید پشت ماست. طاقت بیار رفیق، ما هر دو بی کسیم. طاقت بیار رفیق، داریم میرسیم. اینم از سال 90، روزای آخرشه، نزدیک عیده، بعد کلی شور و حال باشه همه جا، ولی خیلی آمون دلمون گرفته. میدونم به اینجاتون رسیده، میدونم نمیتونید حرف بزنید، دم بزنید، میدونم حتی نمیتونید گله کنید، میدونم بیکاری داره کلافتون میکنه و اینکه یه ماهو چجوری به آخرش برسونید بهتون کلی فشار میاره. مطمئنم هیچکی دلش نمیخواست که وقتی بزرگ شد چه میدونم مثلا تن فروش بشه ها؟ اما چه کنیم از دست این زمونه. فقط میتونم بگم به قول آقای قمیشی، طاقت بیار رفیق، خورشید پشت ماست. من یکی که موندم تو صبر خود. اگر من جای او بودم همان یک لحظه اول که اول زن را می دیدم از مخلوق بی وجدان، جهان را با همه زیبایی و زشتی به روی یک دگر ویرانه می کردم. عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا. خب مرسی از آقای ستار، یکم جو و عوض کنیم. راستی من نمیدونم که این ساختمون این کلیسا رو تو کرمان که جز میراث فرهنگیمون بود که تازه مصادره هم شده بود و با اون وضع بدم نگهداری میشد، به کجا و با کی دشمنی داشت که زدن خرابش کردن. یادتونه چند سال پیش طالبانی تعداد مجسمه های بزرگ بودا رو تو کوها تو افغانستان زدن، به هیچ دلیلی منفجر کردن؟ همین، فقط خواستم بگم که گفته باشم. یه چیزی که هفته پیش جاموند و راستش یادمون رفت بگیم و بگم سریع و بریم سراغ بقیه برنامه. یادمون رفت نه این که کم اهمیت بودا، گفتم برنامه‌مون راجع به شانس بود، ما هم از بارش انواع بدشانسی سیراب شده بودیم. آره میگفتم گرچه که دنیا داره یه جورایی به سمت یه خط و زبون بین المللی میره، اما نباید زبونا و لهجه های محلی رو نادیده بگیریم. همین طوریه که فرهنگ و آداب و رسوم یه قوم یا یه مملکت حفظ میشه. به خاطر اهمیت همینم هم روز سوم اسفند و روز زبان مادری گذاشتن. خب میدونم که گذشته ازش، اما همه اینا رو گفتم که یه آرزوی خوب بکنم. انشالله تو کشور ما هم همه بتونن به زبان مادریشون حرف بزنن، تو مدرسه یادش بگیرن و اینطوری حفظش کنن. آخیش مونده بود سر دلم، خوب شد گفتمش. قصه عجیبیه این قصه فقر و نداری و پولداری و ثروت. قصه تازه‌ای نیست، قصه ای که علامت واقعیش فاصله هست و جدایی بین این دوتا گروه، و قسمت رویاییش هم وقتیه که شاهزاده قصه دختر فقیر رو میخواد. همون جایی که شاهزاده قصه همیشه دختر فقیر رو میخواست، همون شهری که قد خود من بود، از این دنیا ولی خیلی بزرگتر، نه ترس سایه بود نه وحشت باد، نه من گم میشدم نه. بخشی از تاریخ هر کشور رو میشه توی ادبیات و فرهنگ اون پیدا کرد، اما با وجودی که کشور زرخیز ایران روی منابع سرشار طبیعی یا به تعبیری نعمتهای خداوندی بنا شده، متاسفانه تو فرهنگ اون نداری و فقر ستایش شده.
به این ترتیب به جای تشویق به سعی و تلاش، رضایت از شرایط موجود همیشه یاد داده شده. فاصله طبقاتی داره روز به روز بیشتر میشه. راستش وقتی هم که به تاریخ نگاه میکنیم، فاصله وحشتناکی وجود داشته بین خداها و فرمانروایان نظامی و مردم عادی، که البته در واقع همشون رعایای اون خداها بودن. واقعیتش اینه که تاریخ به جز ذلت و خاری برای مردم عادی هیچی نبوده. هر کی به مراکز قدرت وصل میشده ازش یه چیزی تو تاریخ باقی مونده. اما این بحث فاصله طبقاتی اتفاقا نشون از اون داره که مردم جایگاه بالاتر و والاتری پیدا کردن. اونا هم توی تاریخ برای خودشون دارن جایی دست و پا میکنن و گاهی فاصله اونا از هم کم، بعضی اوقات هم زیاد میشه. پولدار و فقیر باید تو جامعه باشه یا اینکه نه همه باید تقریبا یکسان باشن؟ نمیشه همه یکسان باشن، بستگی به زحمتی که میکشن، به کاری که میکنن، درسی که میخونن، خب فرق میکنه طبیعتا. ما پولدار و فقیر خواهیم داشت. تفاوت طبقاتی نباید داشته باشیم، ولی خب حقیقتیه که الان تو جامعه هست. اگر یک روزی قرار باشه تمام افراد غنی باشن، اون موقع کی بتونه جامعه رو به چرخونه، کی بتونه قطار رو ببره، ماشین رو بیاره، کار رو بگرده؟ و همینطور اگر که همه فقیر باشن هم مشکله. موضوع اینه که بتونه یه تعادل ایجاد بشه بین این دوتا، اونا زیاد فقیر نباشن و اونا زیاد پولدار نباشن، ولی همین تعادله بین این دوتاست که جامعه رو به حرکت در میاره. لازمه زندگیه، همیشه هست و فکر کنم تا آخرم باید همین باشه، چون این چیزهایی هستش که آدم ها میتونن رویایی فکر کنن و بگن نه، ولی همیشه هست. همه چی باید برای زندگی همه فراهم باشه، برای اونایی که حتی ندارن هم باید یه زندگی آروم داشته باشن، یه زندگی خوبی رو بتونن داشته باشن، ولی نه اینجور که امروز میبینیم. اگه بگیم که انسان‌های در یک جامعه به خاطر کارهایی که انجام میدن اینا رو طبقه بندی کرد، این به نظرم کاملا اشتباه است. یعنی شما نمیتونی یک کسی که مثلا دکتراش در یه زمینه داره و یک کسی که به عنوان یک کارگر عادیه در تصمیم گیری جامعه بینشون فرق ایجاد بشه. یعنی در هر حال اینا به یک اندازه هستن، ولی از لحاظ کاری که انجام میدن، وظایفی که دارن، خب دستمزد کار، این دستمزد حقوق ممکن متفاوت باشه. هیچ بچه نباید گرسنه بمونه، همه باید در یک حدی بتونن از تمام این مزایایی که خداوند به ما داده و برای ما خلق کرده استفاده بکنن. مثلا توی کشور ما این روزا یه کمی فاصله ها داره زیاد میشه. درسته که وضع عمومی و استفاده از امکانات رفاهی کمی بهتر شده، اما با حذف یارانه ها، بالا رفتن قیمت ها و تورم رو به رشد، فاصله ها روز به روز داره بیشتر میشه. تا جایی که میگن برآورد خط فقر تو کشور ما ماهانه حساب میشه، چون سرعت تغییراتش خیلی بالاست. ما انسان ها هستیم که مسئولیم اگر که تفاوت بین غنی و فقیر در جامعه خیلی زیاد میشه، و در واقع دانش ما به جای رسیده که ما بتونیم این تفاوت ها رو کمش کنیم و قابلیت ها رو پرورش بدیم. مسئولیت خیلی زیاد شده برای آدمایی که ثروتمند هستن و برای دولت ها. به نظر من مسئولیت خیلی بیشتر شده که این تعادل بیشتر بشه. در حقیقت ما باید دوباره بشینیم و ارزش‌های انسانیمون رو بررسی بکنیم و ببینیم که وقتی که رفتیم از این دنیا، بالاخره همه ما برای مدتی اینجا هستیم، بعضی یه خورده طولانی تر، بعضی یه خورده کمتر، ولی بالاخره ما از اینجا میریم. میخواییم بگن رویا کی بود؟ آخر سر رویا کی بود؟ نه من میتونم این انگشتر رو با خودم ببرم، میتونم بلوز رو با خودم ببرم، اما فکری که شما با من راجع به من میکنین بعد از اینکه من میرم، اون تنها به انگلیسی میگن لگسی من هستش، اون چیزی هست که من با جای خود میگذارم. اینکه فقر وجود داره یا کار وجود نداره، یعنی ما سیستم اقتصادیمون و سیستم سیاسیمون این کار رو ایجاد نمیکنه، برای اینکه یه عده‌ای که در رأس کار هستن به فکر جیب خودشون هستن بیشتر تا اینکه به فکر فرض کنین مردم و کارگرا. دولت ها میتونن
محیطی درست بکنن و سیاستهایی به وجود بیارن و قانونهایی به وجود بیارن که کار آزاد رو راحت بکنن و به این ترتیب انترپرنورشیپ و کارآفرینی در اون جامعه بیشتر بشه. ابعاد مختلف فقر خیلی هم رو هم تاثیر میذارن، یعنی فقر فرهنگی، فقر اقتصادی رو باعث میشه، فقر اقتصادی هم خیلی ممکنه که فقر فرهنگی رو دنبال خودش داشته باشه. غنای علمی و غنای تربیتی هم تو رشد ابعاد دیگه جامعه موثرن. البته بگذاریم از کشورهایی که یه ثروت خدادادی رو به انحصار خودشون درآوردن و به نظر میاد کشور ثروتمندی هستن، ولی این ثروتشون خیلی به درد غنای علمی و فرهنگیشون نخورده، اون که هیچ، گاهی براشون مضر هم بوده. به خاطر همین تأثیرات متقابل ثروت مادی و معنوی روی همه که از قدیم گفتن آدم گرسنه دین و ایمون سرش نمیشه و این دوتا توی هر برنامه ریزی که میشه باید با همدیگه رشد کنن. گذشت دوره که اقتصاد زیربنای هر چیزی بود، تئوری‌هایی که اینجوری معتقد بودن سالهاست که شکست خودشون رو اعلام کردن. بعضی معتقدن که مساوات باید باشه، یعنی در اگر من مثلا 5 تومن میگم شما 5 تومن بگیرید، من 10 تومن میگم شما بده، همه باید یه اندازه داشته باشه. بعد تحقیق کردن متوجه شدن که در حقیقت مردم اینو نمیخوان، یعنی میخوان که اگه من کار بیشتر کردم، زحمت بیشتر کشیدم، بیشتر به مثلا هدف کمک کردم، خب در اون بهره‌ای که میاد از اون بیشتر بتونم بهره‌مند بشم. همین تو تئوریایی که فقط دنبال نتیجه و پاداش اون جهانی بودن هم مدت‌های مدیدیه که خریداران خودشون رو از دست دادن و مردم رو سرگردون و حیرون رها کردن. وقتی که فقر و بدبختی در جامعه گسترش پیدا میکنه، طغیان به وجود میاد و مسائلی که خب همه میدونیم و میشناسیم. برای همین فکر میکنم باید طرحی نو توسط اقتصاددان هایی که ناظر به اخلاق توی اقتصاد هم هستن بنا بشه تا کار به جاهای باریک نکشیده. البته نمیشه این تفاوت ها رو هم ندید گرفتا، یه کاری باید کرد. این انقلاب هم تو دنیا برای کسب حق و حقوق مردم به هیچ نتیجه خوبی نرسیده. هیچ وقت طبقه کارگر و زحمتکش از این انقلاب ها و اعتراض ها به جای بهتری نرسیدن. اما با وجود این شرایط، دنیا مثل انبار دینامیت در حال منفجر شدنه که تحملش خیلی سخته. هیچ کاری هم بدون پول و ثروت معنی نداره، مگر اینکه بخوایم شعار بدیم که علم بهتر است. میگن که این برج بلند باعث افتخار ماست، حیف که کسی نمیدونه خونه افتخار کجا. در ادامه یه شانس معرکه‌ای که هفته پیش داشتیم، نظر شماهایی رو که تو فیسبوک کامنت گذاشته بودین دیر بهمون رسید، نتونستیم نظراتتون رو بخونیم. اما کلی مرسی که نظر دادید. یه خوش اومدین درست و حسابی هم به شماهایی که تازه تشریف آوردید به صفحه جستجو، اینم واسه شما. شازده خانم قافل باشم، باید بگم به شهر من خوش آمدی، خوش آمدی، خوش آمدی. البته بهتر بود که آقای ستار اینجا برای ما میگفتن که شازده خانم قافل باشم، باید بگم به پیج من خوش آمدی، خوش آمدی، خوش آمدی. شازده خانم چه خاکی و چه بیری و به منزل خدا آمدی، خدا آمدی، خدا آمدی. امروز کلی زحمت دادیم با آقای ستار، دست شما در نکنه، زحمت کشیدید. و اما نظر شما برای این برنامه. بیژن گفته که اختلاف طبقاتی خوبه، ولی به شرط اینکه حداقل امکانات مثل آموزش پرورش و رایگان و خوراک و پوشاک و مسکن برای همه مهیا باشه. راست میگید.
جستجو جستجو. بعضی وقتی مملکتشون رو عوض میکنن به خاطر شرایط زندگی جدید و خیلی چیزایی که جدیده و باهاش درگیر میشن، خیلی چیزا رو درباره خودشون و مملکتشون و فرهنگ خودشون فراموش میکنن. اما همه اینطوری نیستن. تو شرق آمریکا، تو شهری به اسم بالتیمور و تو دانشگاه مورگن استیت، یه عده علاقه‌مند به فرهنگ ایرانی ماهی یه بار دور هم جمع میشن، البته از شهرهای مختلف میان و با هم شاهنامه میخونن. یه مدت پیش من و شاهرخ تصمیم گرفتیم که بریم و یه صحبتی داشته باشیم با خانم دکتر شاهق، مسئول این گروه. بعدم از بودن با اعضای این گروه کلی لذت بردیم و حال کردیم. حالا اگه شما موافقید بریم یه قسمتایی از این برنامه رو با هم ببینیم. ز شادی چنان تازه شد زال سام، که رنگش سراپای شد لعل فام. خیلی از اسطوره های ایرانی رو میشه ردش رو اینجا پیدا کرد. این نیست که ما به این دلیل که میخوایم به جهان وطنی برسیم باید هر دستاوردهای قبلیمون رو نفی بکنیم، بلکه دستاوردهای قبلیه که نشون میده راهی که ما داریم میریم درسته، راهی که ما داریم انجام میدیم انسانیه. فردوسی در محدوده اساطیر و افسانه ها شاهنامه رو سروده. رسم و به بزن و به رای و به شکل سلام علیکم. سلام، قربونتون، خیلی ممنون و متشکرم. پدرم اهل شعر و شاعری بود و با شعر و ادبیات فارسی آشنا شدم و بعد بزرگتر که شدم به دانشکده ادبیات دانشگاه تهران رفتم. برنارد لوئیس که مورخ خیلی نامداری و استاد دانشگاه آکسفورد و پرینستون بوده، میگه که شما هیچ دیدین که یک پدر و مادر مصری اسم بچه‌شو نفرتیتی، سمیرامیس، فرعون یا بخت و نصر بذاره، در حالی که در ایران بچه ها رو هنوز هوشنگ و کیومرث و طهماسب و جمشید و میدونین تا باید بیاین به مانی، مزدک، زرتشت، همه اینا باز به خاطر کاریست که فردوسی کرده و شاهکاری که فردوسی به وجود آورده. یعنی در حقیقت این سند هویت و شناسنامه ایران و ایرانی در طول تاریخه و همینطور که خودش گفته عجم زنده کردم بدین پارسی. واقعا اگر که فردوسی نبود زبان فارسی به این صورت بعد از هزار سال باقی نمونده بود و این زبان فارسی در حقیقت دنباله زبان فردوسیه و به همین جهت شاهنامه واقعا شاه نامه هاست. سلام علیکم. سلام بر همه دوستان، خیلی خوش آمدین. قربانی شما. شاهنامه خانی، جلسه شاهنامه خانی این ماه خیلی خوش آمدین. بیایید بیایید که گلزار دمید است، بیایید بیایید که دلدار رسید است. وقتی آدم امریکا که میاد با یه فرهنگ دیگه رویارو میشه، بیشتر به فکر فرهنگ خودش میفته و به قول مولانا میگه که پس نهانی ها به زد پیدا شود، چون که حق را نیست زد پنهان شود. بیارید به یک بار همه جان و جهان را، به خورشید سپاری که خوشتی کشید است. از حسن این هیکل که یکی از روزنامه‌نگاران معروف مصریه پرسیدن که چطور شد که مصر بعد از حمله عرب زبانش عربی شد و فرهنگش عربی شد، در حالی که در ایران زبان فارسی باقی موند و فرهنگم فرهنگ ایرانی. گفت برای اینکه ما کسی مثل فردوسی و کتابی مثل شاهنامه نداشتیم.
میدونیم که زال و رودابه عاشق هم میشن و در سر راه این عشق خانهای مختلفی به وجود میاد. یکی عدم رضایت منوچهر شاه بوده، چون رودابه دختر مهراب کابولی بوده و مهراب کابولی هم از نژاد ضحاک بوده. من در جایی که تدریس میکنم ادبیات فارسی تدریس میکنم، اشعار کلاسیک و کهن فارسی، و یه روز سر کلاس که نشسته بودم، یه بعد از ظهری بود یادم میاد که رودکی رو با دانشجوها کار میکردم و بوی جوی مولیان آید همی، بوی یار مهربان آید همی، و براشون این آهنگی که بنان و مرضیه گذاشتم و شروع کردن اینا بخوندن، و واقعا خودم رفتم در درازنای تاریخ. سر تاریخ بکنین، رودکی قرن سوم و چهارم، یه سر قرن 21، یکی ایران یکی امریکا، و من این دوتا رو به هم دیگه وصل کردم و شاگردها هم دارن از این لذت میبرن، و این در حقیقت این معجزه ادبیات فارسی، زبان فارسی و شعر فارسی رو میرسونه که بعد از این همه سال، هزارها سال، در یه نقطه گوشه دیگه دنیا، میدونین ینگ دنیا، هنوز این رو ما میخونیم و ازش لذت میبریم، نه تنها ایرانی ها بلکه امریکایی ها هم. شعر زن و اژدها هر دو در خاک به، جهان پاک از این هر دو ناپاک به، یا زنان را ستایی سگان را ستای. آقای دکتر جلال خالقی مطلق 15 تا نسخه رو در دستور کارشون قرار دادن و از روی این 15 نسخه به تصحیح شاهنامه پرداختن. دکتر خالقی مطلق معتقدن که اصلاً این دو شعر در تمام شاهنامه ها، نسخ هایی که مورد استفاده ایشون بوده، وجود نداره. بنابراین در طول تاریخ، در طول تاریخ اسلامی، شاعران زن ستیزی که بودن این اشعار رو بر وزن شاهنامه فردوسی سرودن و به اسم فردوسی جا زدن. در شاهنامه فردوسی زنانی هستند که واقعا مظهر شجاعت و خردمندی و کاردانی هستند، مثلا همین گردآفریدی که با سهراب میجنگه، یا گردیه خواهر بهرام چوبین که با خاقان چین میجنگه. به نظر من فردوسی نه تنها زن ستیز نبوده، بلکه زن ستا هم بوده. بیارید به یک با همه جان و جهان را، به خورشید سپاری که خوشتی خشید است. خیلی ممنون از فرصتی که نوبین تیوی در اختیار ما گذاشت که بتونیم این برنامه رو داشته باشیم. راه‌های تماسمون همون قبلی هاست. شماره تلفن 201-647-429-2052، ایمیل جستجو @novintv.org و وبسایت برنامه‌مون که بروز شده، اون وبسایت رو این زیر می‌بینید، برای کسایی که از ایران بیرون هستن همون novintv.org هست. اما یادتون نره که صفحه جستجو هم باز شده تو فیسبوک و میتونید برید اونجا برنامه‌ها رو ببینید، لایک کنید این صفحه رو تا برنامه‌ها هفتگی به دستتون برسه و با ما هم در تماس باشید و کامنت بذارید. راستی خبر باحال برای کسایی که با اینترنت زغالی کار میکنن، فقط و فقط برای خودتون تو صفحه فیسبوکمون میتونید صدای برنامه جستجو رو گوش کنید که مسلماً گوش کردن بهش خیلی راحت تره. نگید خدافظی نکرده رفتا، میخواستم بگم خدا نگهدارتون تا همیشه و منتظرتون میمونم تا بعد.